در فرایند آبکاری یک قاشق فولادی به جرم 28 گرم با فلز طلا مایه داری، میخوایم روی قاشق فولادی یعنی از آهن فلز طلا بدیم. محلولمون رو باید از جنس فلزی که میخوایم روکش بدیم انتخاب بکنیم، درسته؟ اگه قرار رو اون قاشق طلا بدیم، آب طلا بدیم، آبکاریش رو با طلا، اون محلولمون باید از جنس طلا باشه. از این استفاده کردیم. اگر جرم قاشق 31.94 گرم افزایش یابد، به تقریب چند الکترون در مدار بیرونی جابجا شده. خب بریم داشته باشیم ببینیم به چه صورته. ما وقتی که میخوایم روی اون قاشق آب طلا بدیم، طلا رو میایم توی آنود وصل میکنیم، طلا اکسایش پیدا میکنه، تبدیل میشه به آیو 3 بار مثبت. اون آیو 3 بار مثبت چون کاتیونه، خودش رو به سمت کاتود میرسونه، اونجا رسوب پیدا میکنه. چون آیو ما الان آیو 3 بار مثبته، میشه آیو 3 بار مثبت به اضافه 3 تا الکترون، اون طرف شما میده آیو. خب این اتفاقیه که تو کاتودمون داره اتفاق میفته. خب عرض کنم خدمتتون که میاد میگه آقا من یه قاشق داشتم جرمش 28 گرم بود. اگر جرم قاشق به 31.94 برسه، اول 28 گرم بوده شده 31.94، یعنی 31.94 28 3.94 گرم افزایش جرم پیدا کرده. این افزایش جرم این آیویه که روش داره رسوب پیدا میکنه، مربوط به اینه. نخندید به من، 3 تا تفاوت داشت نوشتم اینجا، اذیتم نکن. نگاه کن بقیه شو. چند الکترون در مدار بیرونی تبادل شده؟ آقا یکی بیاد، اصلا مسعود بیاد، یه بارم خودم بیاد. مسعود نگاه میکنه میبینه 3 مول الکترون اگر مبادله بشه، 1 مول آیو باید بره اونجا رسوب پیدا بکنه، چون برای حسب گرم داره در نظر میگیره. 1 مول آیو رو بهتون داده 197 گرم. 3 مول الکترون اگر تبادل بشه 197 گرم میره اونجا رسوب میکنه. چند گرم رفته اونجا رسوب کرده؟ 3.94. از ما این سوال میپرسه که اگر 3.94 رفته باشه رو اون قاشق رسوب کرده باشه، به تقریب چند الکترون مبادله شده؟ فقط یه چیز رو در نظر بگیرید، من اینجا مول نوشتم، مستقیما میتونم به تعداد چند الکترون، یعنی تعداد، به تعداد تبدیلش بکنم. یعنی بیا بگم آقا 3 مول الکترون مبادله شده، 3 مول الکترون مبادله شده که هر مول اون 6.2 ضرب در 10^23. در ازای این تعداد 3 مول که هر مول 6.2 ضرب در 10^23 197 گرم رسوب میکنه. حالا اگر انقدر روش رسوب کرده باشه چند الکترون مبادله شده؟ یه چیزی هم بهتون بگم، تو این تستا داشتم میخوندم این کلمه که به تقریب رو میبینی، یعنی از این ممیزه داره صرف نظر میکنه. یعنی چی آقا؟ من درس دادن تو متوجه نمیشم. این ضرب در این تقسیم برای این دیگه، این ضرب در این تقسیم برای این، این تو این ضرب بشه این ممیزه شب بخیر میگه، دو تا از این کم میکنیم میشه 10^21. 197 394 نسبت 2:1 داره، این میشه 2. چون داره به تقریب میگه، من میتونم از این ممیزه چیکار بکنم؟ صرف نظر بکنم، 2, 3, 6, 6, 6, 36 ضرب در 10^21 با ممیز برده جلو، یا به عبارتی 3.6 ضرب در 10^22. 3.6 ضرب در 10^22 تو گزینه چند اومده؟ 2. آخرین تستم بود. خیلی خوشحال شدیم یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان بودیم. دنیا دوستتون داریم، آرامش سهم زندگیتون باشه. خیلی تلاش بکنید، مواظب دختر و پسرهای من باشید. امیدواریم دوباره همدیگه رو ببینیم. فعلا خدا نگهدار.